دوستان عزیز من و یاران مهربان همراه هم و همچنین شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوش و خرم و سلامت روزگارتان بگذرد و همیشه به یاد ایران و گرفتاری های ایران باشید و دست کمک به سوی مردمی که نیاز دارن امروز در کشورتون برای اینکه از این بلیه‌ای که دچار شده نجات پیدا کنه دراز میکنم. عزیزان من، ایران متعلق به همه ایرانیان است، فرق نمی کنی که کجا زندگی میکنید. دست خیرخواهانه و محبت آمیزتون رو امروز به سوی ایران دراز کنید و به یاری آنها بشتابید، زیرا یکی از اصولی ترین واجبات همین کمک هاست تا مردم ایران در پناه ایرانی ها راه زندگی را پیدا کنن و کشورشان را از این بدبختی نجات بدن. امیدوارم که دوستان عزیز من این نصیحت پدرانه مرا بشنون و هر چه زودتر دور هم جمع بشوند برای کمک به ایران، برای نجات دادن ایران از این بلیه‌ای که نادانسته 43 سال قبل گرفتارش شده است. به هر حال این یک خواهش است، یک امتنان است، یک پرسش است، یک درک محبت است. امیدوارم بپذیرید از من. به هر حال روزگار شما در هر جهت خوب یا بد، زشت یا زیبا می گذرد، اما اون روزی که ما از دنیا می رویم چقدر خوب است که از ما به خیرخواهی و خوشنامی و خوشدلی نام ببرند. خداوند انشاءالله به شما این راهنمایی رو به صورت اصلی از طریق گوشتون، نه از طرف دلتون و از طرف قلبتون بهتون برسونه. خب من حالا میخوام براتون دو مرتبه قصه ای بگم از دوران محمد رضا شاه پهلوی و طبیعتاً این دو سه هفته اخیر مطالبی رو از اردشیر خان زاهدی، دوست نزدیک پادشاه و خیرخواهی پادشاه، براتون نقل کردم که همچنین میخوام هنوز یه چند مطلبی از ایشون براتون بگم. در دیماه 1338، یعنی اندکی پس از انجام مراسم محمد رضا شاه و اولیا حضرت فرع پهلوی، اعلام شد که شما جناب اردشیر خان زاهدی به سمت سفیر ایران در امریکا تعیین شده اید. این نخستین مأموریت سیاسی شما در خارج از کشور بود. چه شد که این مأموریت رو بر عهده شما گذاشتم؟ و من همینجا باید توضیح بدهم که خاطرات آقای اردشیر زاهدی رو آقای احرار، روزنامه‌نگار مشهور ایرانی،
که در اروپا هم سخت مورد توجه مقامات روزنامه‌نگاران هستند تهیه کردن. و من گاهی پاره از مطالب رو از نوشته های ایشون استنساخ میکنم. به هر حال گفتم که شما از ارشد خان زاهدی میپرسم که شما به سمت سفیر ایران در امریکا تعیین شده اید، این نخستین مأموریت سیاسی شما در خارج از کشور بود، چه شد که این مأموریت بر عهده شما قرار گرفت؟ آقای زاهدی میگویند که در همان زمان که به کار محصلین رسیدگی میکردم، روزی اعلی حضرت فرمودند شما چرا کاری قبول نمی کنید؟ عرض کردم که من چون وابسته به شما هستم ترجیح میدم کنار شما باشم و هر خدمتی از دستم برمی آید بدون مزد و منت انجام دهم. فرمودند اینها بهانه است. قبلا هم در مورد وزارت کشور با همین بهانه ها تفره رفته اید. بیایید دربار. وزارت دربار که ربطی به دولت ندارد. عرض کردم قربان، بزرگترین افتخار من این است که زیر سایه خودتان به شما خدمت کنم. اما تصدیق بفرمایید که سن من مناسب با وزارت دربار نیست. اشخاصی که سنی از آنها گذشته و سابقه و تجربه طولانی در کارهای مملکتی دارند به وسیله وزیر درباری مثل آقای علا بهتر می توانند با اعلی حضرت در تماس باشند و مطالبشان را به عرض برسانند یا مورد مشورت قرار بگیرند. من آن تجربه و پختگی را ندارم که چنین مسئولیتی را به عهده بگیرم. فکری کردند و فرموندند پس بروید به امریکا. آن زمان دکتر علی قلی اردلان سفیر ما در واشنگتن بود. عرض کردم که قربان، اردلان خدمتگزار شماست، من هم با او دوستی بسیار عمیقی دارم، به علاوه من هیچگاه در وزارت امور خارجه نبودم و به کارهای آنجا وارد نیستم. فرمودند که سیاست خارجی را من خودم زیر نظر دارم و تو هم چه در مسافرت‌های خارجی و چه در همینجا از نزدیک در جریان سیاست خارجی و روابط خارجی ما بوده ای و چون در امریکا تحصیل کرده ای و امریکا و امریکاییان را خیلی خوب می‌شناسی، می توانی در آنجا منشأ اثر واقع شوی، به خصوص در حل و فصل مشکلات محصلین ایرانی مقیم امریکا. علازت از وضع محصلین ایرانی در امریکا راضی نبودند. عرض کردم یک شانس دیگر بدهید به اردلان، شاید این کار را خود او بتواند سامان بدهد. قرار شد که من نامه‌ای بنویسم به اردلان و برای اردلان نوشتم که قربانت کردم، کمی به وضع محصلین برس، بعضی از این محصلین ایجاد ناراحتی می کنند و خاطر محصل اعلی حضرت مکدر است. یک نامه خصوصی هم برای حبیب نفیسی سرپرست محصلین نوشتم، تقریبا به همین مضمون و خیلی دوستانه، چون به او ارادت داشتم و می دانستم که در کارش جدی و صمیمی است. آنها البته مشکلات را می انداختند به گردن عبدالحسین حمزاوی که در نیویورک به عنوان وزیر مختار برای خودش دم و دستگاهی درست کرده بود و از حمایت آقای علا هم برخوردار بود و اعتنا به سفارت و سرپرستی نداشت. چند روز بعد باز اعلی حضرت مرا احضار فرمودند
که قبل از اینکه بروند به دفتر کارشان موقع صبحانه در کاخ اختصاصی شرفیاب شوم. فرمودند ما فکرهایمان را کرده ایم و شما باید بروید به امریکا. عرض کردم اگر این که می فرمایید امر است ناچارم اطاعت کنم. اما اعلی حضرت توجه دارید که دخترتان را هم فراموش نفرمایید که همسر من است و بچه یک سال و نیمه داریم و ممکن است اینجا به جایی برایش مشکل باشد. این جا به جایی برایش مشکل باشد. فرمودند این با خود من. از حضور اعلی‌حضرت مرخص شدم و رفتم به دفتر. به دفتر کارم. در خیابان ولی‌آباد. تلفن کردم به اسارک. سروسته به والاعظمت شهناز گفتم که چنین جریانی است. گفت همین حالا پاپا به من تلفن کرده که نهار بروم آنجا. شما هم می آیید؟ گفتم نه من نمی آیم. من همینجا می مانم که شما راحت حرفهایتان رو بزنید. بعد از ظهر والاعظمت شهناز آمد به ولی‌آباد و گفت پاپا با من صحبت کرد و برای من البته مشکل است، ولی از طرفی هم کار مملکتی است و آتیه شما مطرح است. نمیدانم چه کار بکنم. گفتم تصمیم با خودت است. ضمناً نامه‌ای برای پدرم در ژنو نوشتم و از ایشان هم نظر خواستم. در این فاصله مراسم ازدواج اعلیحضرت ملکه پهلوی صورت گرفت و سال نو میلادی فرا رسید. در رکابشان رفتیم به رامسر. در رامسر که بودیم یک روز عصر گفتند وزیر امور خارجه آقای رام آمده است به آنجا. این هم البته عادی بود که وزیر امور خارجه مطلبی داشته باشد و برای عرض گزارش بیاید به شمال. شام را به طور خصوصی و خانوادگی می‌خوردیم. به اعلیحضرت عرض کردم اجازه بفرمایید آرام هم برای شام بماند. فرمودند بماند. سر میز شام او را پهلوی خودم نشانده بودم. به من گفت با شما صحبتی دارم. کی میتوانم ببینمتان؟ گفتم بعد از شام، چون بعد از شام مرخص میشدم. چند دقیقه با هم خلوت کردیم. گفت اعلیحضرت فرموندند که شما باید سفیر شوید و بروید به واشنگتن. اظهار بی اطلاعی کردم و نخواستم بگویم که قبلا با خود من صحبت شده است. گفتم شما که هنوز اقدامی نکرده اید. گفت که نه. فرمودند با خود شما هم صحبت کنم. به من فرمودند که با خود شما هم صحبت کنم. گفتم پس دست نگه دارید تا من با اعلی حضرت صحبت کنم و خبرش را به شما بدهم. وقتی آرام رفت و برگشتم به جمع خانوادگی عرض کردم قربان، چاکر که هنوز بله نگفته بودم. فرمودند بازی در نیار. من تصمیم خودم را گرفتم و شما باید مسئولیت قبول کنید. جوانید، باید دنبال کار بروید و زحمت بکشید، مگر اینکه نخواهید تن به کار بدهید که آن امر دیگری است. اگر میخواهید به من کمک کنید باید کار قبول کنید. بعد خندیدند و فرمودند اصلا دیگه چاره ای نداری. دستور دادم برایت آگرمان بخواهند. ها؟ عرض کردم آخر من به پدرم نوشتم و منتظر جواب ایشان بودم. فرمودند حالا چند روزی هم میخواهید صبر کنید و منتظر بمانید؟ مانعی ندارد. ولی پدرتان هم اگر اشکالی در این کار دید من حل میکنم. باری. برگشتم به تهران. قرار شد شبها بروم به وزارت امور خارجه. آقای آرام و یکی دو نفر دیگر مسائلی را که لازم بود به عنوان سفیر بدانم به من بیاموزند. پیش آنها در واقع درس دیپلماسی می‌خواندم. ضمناً روزها می‌رفتم به دفتری که بالای سردر وزارت امور خارجه قرار داشت. پرونده‌های مربوطه را می‌خواستم و مطالعه می‌کردم.
همان جا گاهی با سفرای امریکا و انگلیس، گاهی هم با مسئولان مملکتی که در مسائل مربوط به روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و امریکا وارد بودند، دیدار می کردم و اطلاعاتی از آنها می گرفتم. من بر اساس معتقدات مذهبی خودم سالی 3 برنامه زیارتی داشتم. یکی زیارت سالانه امامزاده داوود بود. در نزدیکی تهران که در فصل تابستان صبح زود راه می افتادم، قسمتی را پیاده و قسمتی را با اسب می رفتم. به زیارت حضرت رضا و پرونده روابط ایران و امریکا و ایران و شوروی را هم با خودم برده بودم که بین راه مطالعه می کردم و خاطرم هست در آنجا با گزارش هایی برخوردم که مرحوم علی اصغر حکمت وقتی وزارت امور خارجه را عهده داشت راجع به مذاکراتش با روسها و مسائل ایران و شوروی نوشته بود. مطالعه این یادداشت ها که در تور به طور کاملا محرمانه بود نزد وزیر خارجه نگهداری می شد. بر مراتب ارادت و احترامم نسبت به او افزود، یعنی به مرحوم آقای علی اصغر حکمت. پیش از آن که ما برویم به امریکا، رئیس جمهوری امریکا جنرال ایزنهاور سفر کوتاهی داشت به ایران. تفصیلش این که در آبان ماه 1338 دوم نوامبر 1958 اعلی حضرت به دعوت ملک حسین تشریف فرما شدند به اردن. من هم در التزام رکابشان بودم. سفر اعلیحضرت به اردن یک سفر رسمی بود، چون پدر بزرگ ملک حسین ملک عبدالله به ایران آمده بود که بعد مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد و بازدیدی صورت نگرفته بود. از نظر روابط دو کشور هم دیدار دو پادشاه تأثیر زیادی داشت. از این سفر هم خاطره شنیدنی دارم. اعلی حضرت بی اندازه وقت شناس و سلطنتی بود و خود ملک در خارج بی اندازه وقت شناس و مقید به ساعت دقیق بودن، برعکس ملک حسین. اقامتگاه شاهنشاه قصر سلطنتی بود و خود ملک در خارج از قصر منزل داشت. یک روز قرار بود ساعت 5:30 یا 6 صبح برای دیدار مانور نظامی برویم. اعلی حضرت مثل همیشه یک ربع یا نیم ساعت قبل حاضر بودند. در رکابشان به طبقه همکف رفتیم. مدتی منتظر شدیم ولی از ملک حسین خبری نشد. من به عرض رساندم که قربان تشریف ببرید بالا در اتاقتان استراحت بفرمایید. چون ایستادن اعلی حضرت به حالت انتظار جلوی این عده خوب نیست. وقتی ملک حسین آمد من میایم خبرتان میکنم. به همین ترتیب عمل شد. ولی من چون میدانستم که اعلی حضرت عجله دارند و باز هم دو مرتبه بیرون خواهند آمد، در اتاق اعلی حضرت رو از بیرون قفل کردم. کلید رو گذاشتم توی جیبم و پایین آمدم. مدتی بعد صدای اتومبیل آمد. در نظر داشته باشید که شهر عمان روی تپه ماهور ساخته شده، مثل روم. وقتی دیدم اعلی حضرت ملک حسین تشریف فرما می شوند، رفتم جلوی در اتومبیل را باز کردم و گفتم شاهنشاه مدتی انتظار کشیدند، تشریف بردند بالا، بفرمایید قهوه میل کنید تا بروم خبرشان کنم. غافل از اینکه اعلیحضرت از بالا آمدن اتومبیل را دیده بودم و قصد داشتند پایین بیایند، ولی میبینن در قفل است. داخل اتاق زندانی شدن. من بیخبر از قضیه با خونسردی در پایین ترتیب قهوه دادم، رفتم بالا، در رو باز کردم.
اعلی حضرت با عصبانیت فرمودند که چرا در قفل کردی؟ عرض کردم برای احترام اعلی حضرت بود. حالا بفرمایید پایین. همه هستند. با این حال اعلی حضرت ناراحت بودند و با معذرت خواهی جریان خاتمه یافت. شب از طرف شاهنشاه در قصر بزرگ دربار اردن مهمانی شام ترتیب یافته بود. این بار اعلی حضرت ملک حسین 10 دقیقه زودتر از وقت مقرر آمد و اشاره به ماجرای صبح کرد. مدتی بابت زندانی کردن شاهنشاه خندیدی. روز خداحافظی اعلی حضرت ملک حسین ژست شاهانه و گرم و برادرانه نشان داد. پس از آن که مراسم تودیع انجام گرفت و سوار شدیم، هواپیما به پرواز درآمد، متوجه شدیم که در بین هواپیماهایی که مرسوم است میهمان پادشاه را تا مرز اسکورت می کنند، اعلی حضرت ملک حسین هم شخصا برای بدرقه شاهنشاه هدایت یک هواپیما را به عهده گرفتند. در اردن که بودیم اطلاع رسید که ایزنهاور قرار است از چند کشور آسیایی دیدن کند و استفسار شده بود که آیا می تواند در این مسافرت توقفی هم در ایران داشته باشد؟ جواب داده شد که ایشان هر وقت بخواهند می توانند تشریف بیاورند. در نتیجه ایزنهاور در اواسط آذر ماه برای یک توقف 5 ساعته وارد تهران شد و در جلسه مشترک نمایندگان مجلسین در کاخ سنا نطقی ایراد کرد که ما هم رفتیم به آنجا و بعد به اتفاق ایزنهاور و پسرش دیوید آمدیم به کاخ مرمر برای صرف نهار در حضور اعلی حضرت. عده کمی بر سر میز نهار دعوت داشتند که از آن جمله بود مرحوم اعلی وزیر دربار، خدا رحمتش کند. اعلی سحرخیز بود و عادت داشت به استراحت بعد از ظهر. وقتی که اعلی حضرت مشغول نوت بود و بعد از آن میبایستی ایزنهاور برخیزد و صحبت کند، من متوجه شدم که چشمهای اعلی روی هم افتاده و در حال چرت زدن است. چه کار میشد کرد؟ غلام علی ناصری جزء آجودانها ایستاده بود. 2 کلمه روی کاغذی نوشتم و به او اشاره کردم. آهسته گفتم این رو ببر بگذار توی جیب وزیر دربار. ناصری متوجه مطلب شد، رفت کاغذ رو در جیب مرحوم اعلی گذاشت و او را به خود آورد. باری رفتن ما به امریکا دیگر قطعی شد. فکر کردم حالا که رفتنی هستم طوری بروم که عید نوروز را آنجا باشم و جشنی بگیریم و از ایرانیان را دعوت کنیم و با هم بیشتر آشنا شویم. اتفاقا تشریفات پذیرش هم که معمولا چند ماهی طول میکشد خیلی سریع انجام گرفت و در ظرف چند هفته آگرمان ما رسید. من خیلی دلم میخواست که عبدالرضای انصاری را با خودم ببرم به امریکا و از وجود او خصوصا در کارهای اقتصادی استفاده کنم. عبدالرضا آن وقت خزانه‌دار کل بود. با او و جمشید آموزگار از قدیم دوست بودیم و در عصر 4 نیز همکاری داشتیم. هر دو اشخاص لایقی بودند. جمشید در کابینه دکتر اقبال ابتدا معاون وزارت بهداری شد. تفصیل معاونت آموزگار هم این بود که در سالگرد 28 مرداد او به اتفاق هرمز شاهرخ شاهی به باشگاه افسران آمد و اظهار علاقه کرد به همکاری و من با دکتر صالح وزیر بهداری صحبت کردم و او همانطور که گفتم ابتدا معاون وزارت بهداری و سپس وزیر کار شد. در همان ایام، یعنی موقعی که برای من اکرمان خواسته شده بود، دکتر اقبال کابینه خودش رو ترمیم کرد و جمشید آموزگار شد وزیر کشاورزی. پست وزارت خالی شد و خالی مانده بود. انصاری دلش میخواست وزیر شود. من هم حمایتش کردم. از هر جهت هم شایستگی داشت. زمانی که ایزنهاور به تهران آمد، او یک چارت، یعنی یک نمودار خوب و زیبایی از وضع خزانه کشور درست کرده بود که در کاخ مرمر ارائه کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. وقتی جمشید رفت،
به وزارت کشاورزی و دیدم عبدالرضا مایل است برود به هیئت دولت، به اعلی حضرت عرض کردم این دو نفر با هم وارد خدمت شدند و هر دو قابلیت دارند. حالا یکی از آنها وزیر شده و ممکن است دیگری احساس کند که عقب مانده است. فرمودند از او راضی هستیم. پرسیدند چند سال دارد؟ عرض کردم که دقیقا یادم نمیاد، ولی همسن خود ماست و جوان است، فقط موهایش زودتر از موعد سفید شده. خلاصه آمدن تلفن کردم به عبدالرضا و از او سنشو پرسیدم. یادم نیست، گفت 30 و چند سال دارم. به عرض رساندم. او هم به سمت وزیر کار وارد کابینه شد. با انصاری صحبت کردم. قرار شد مرکزی درست کنیم برای بررسی بازار کار و هدایت دانشجویان اعزامی به رشته های مورد نیاز کشور. چون اغلب دانشجویان وقتی به خارج می رفت معلوم نبود در چه رشته ای می خواهند تحصیل کنند. زمانی تحصیلات پزشکی مد می شد. اکثرا هجوم می بردند به پزشکی. زمان دیگر تحصیلات حقوقی یا مهندسی راه و ساختمان متداول می شد. هجوم می بردند به در این قسمت. در نتیجه گاهی با کمبود متخصص در یک رشته روبرو بودیم و گاهی با فزونی فارغ التحصیلان بر ظرفیت بازار کار. هدف ما این بود که دانشجو وقتی به خارج می رود از اول معلوم باشد چه رشته ای را می خواهد تعقیب کند و وقتی تحصیلاتش تمام شد بازار کار پذیرای او باشد. این کار مستلزم مطالعه و برنامه ریزی بود. یعنی میبایستی احتیاجات 5 ساله یا 10 ساله و حتی 20 ساله مملکت را برآورد و دانشجویان را تشویق کنیم که هدایت کنیم به طرف رشته های مورد نیاز. در ضمن از اعلی حضرت استدعا کردم با انتصاب خسرو خسروانی به عنوان نفر دوم سفارت وزیر مختار موافقت فرمایند که پذیرفته شد. همچنین به عرض رساندم که چون به امور مالی وارد نیستم، یک نفر از طرف وزارت خارجه یا وزارت دارایی برای تصدی امور مالی تعیین شود. این کار هم به عهده هوشنگ داوری قرار گرفت. از طرف دیگر میبایستی به وضع تحصیلی دانشجویان که در خارج مانده بودند و از ارز دولتی استفاده میکردند رسیدگی کنیم و ببینیم چرا ماندن و چه وقت تحصیلاتشان تمام میشود. قصد بازگشت به کشور دارند یا ندارند. این کار برخورد کرد با مقاومت هایی که رنگ سیاسی به خودش گرفت. وقتی پرونده ها را رسیدگی میکردیم دیدیم که مثلا دانشجو داریم که 2-3 سال قبل از آن که خود من برای تحصیل به امریکا بروم آمده است آنجا، ماندگار شده و همچنان ارز تحصیلی دریافت میکند. برای آن که اجحافی نشود ضوابطی تعیین کردیم و مهلتی قائل شدیم و گفتیم اگر کسی نتوانست در مهلت مقرر خود را با این ضوابط تطبیق بدهد دیگر ارز تحصیلی به او داده نخواهد شد. همین جا بود که صادق قطب‌زاده سر به طغیان برداشت. او سالها بود که اگر اشتباه نکنم در واشنگتن یونیورسیتی می رفت و می آمد و هنوز درسش را تمام نکرده بود. وقتی گفتیم اینها را ارزیابی کنیم جنبه سیاسی به قضیه دادند و شروع کردن به دستبندی و برپا کردن تظاهرات و غیره. ما عید نوروز رو در سفارت جشن می گرفتیم و دانشجویان را دعوت می کردیم. دومین عیدی که من آنجا بودم اتفاقا پدرم در سوئیس دچار سکته شده بود، سکته مغزی. آمده بودم پیش ایشان، اما چون به کار مؤثرین و برپایی جشن نوروز علاقه داشتم خودم را خیلی سریع رساندم به واشنگتن. در آن جشن نوروز صادق قطب‌زاده و دیگران هیاهو به راه انداختند، بشقاب برایم پرت کردند به طرف من و به هدفش به طرف شهناز. خوب، این برخوردها اجتناب ناپذیر بود. با تمام این احوال
هدف من این بود که کاری به نفع محصلین انجام دهم. سرنوشت شوم صادق قدساده را همه می دانید. یک بار که برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودم، مرحوم دکتر مهدی وکیل درباره مجید تهرانیان که تحصیلاتش را به پایان رسانده بود با من صحبت کرد. تحصیلاتش را ستود. مراتب را تلگرافی به عرض رساندم. موافقت فرمودند به ایران بیاید که آمد و در سازمان برنامه شغل مهم می گرفت و با تلویزیون ملی نیز همکاری داشت. شاهین یا علی محمد فاطمی پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاهی گویا در اوهایو تدریس می کرد. با پادرمیانی من و یک نفر دیگر از ایران به ایران بازگشت و با وجود ایراداتی که به او گرفته می شد از موقعیت خوبی برخوردار گشت. بله برای خب و با وجود ایراداتی که به او گرفته بودن می شد از موقعیت خوبی برخوردار گشت. روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا البته میدان عمل بیشتری به مخالفان داد. شنیده می‌شد که جان کندی رئیس جمهور جدید نسبت به رژیم ایران نظر مساعدی ندارد. دو نفر از همکاران نزدیک کندی، یکی برادرش رابرت که وزیر دادگستری بود و ویلیام داگلاس رئیس دیوان عالی کشور، نظریات انتقادآمیزشان را نسبت به اوضاع ایران پنهان نمی‌کنند. روزی خبر رسید که گروهی از دانشجویان به سرپرستی آقای قطب‌زاده و آقای فاطمی رفتند جلوی وزارت دادگستری و علیه شاه و دولت ایران تظاهرات کردند و وزیر دادگستری نمایندگان آنها را پذیرفته و حتی به آنها قلم خودکار یا خودنویس داده به عنوان یادگار. خیلی این کار به من برخورد که چطور می شود در کشوری که دوست و متحد ماست وزیر دادگستری چنین حرکتی بکنند. در هر حال آن روز مصادف با جشن ملی هند بود. سعی کردم فیلیپ تالبوت معاون وزارت خارجه را که مسئول امور خاورمیانه و ایران بود پیدا کنم. معلوم شد که رفته است، خارج شده از سفارت هند. به سفارت این پیغام مرا که دریافت کرد شبانه آمد به سفارت. شدیداً گله کردم و گفتم این کاری که رابرت کندی کرده مغایر با اصول دوستی و احترامات متقابل است. تالبوت رفت و ترتیبی داد که رابرت کندی تلفن کرد به من و توضیحاتی داد و گفت از این واقعه عمیقاً متاسف است. گفتم این کافی نیست، باید رسماً اظهار تأسف کنید، زیرا این خبر را دادن به اسوسییتد پرس و غیره و رفته از روی تلکس خبرگزاری ها. در غیر این صورت سفر شما به ایران مورد نخواهد داشت، چون قرار بود ایشان برود به ژاپن و اندونزی و در نظر داشت از آنجا بیاید به ایران، نطق هم در دانشگاه ایراد کند. جان کندی پس از آن که در کاخ سفید مستقر شد تصمیم گرفت که آورل هریمن را به عنوان سفیر سیار و فرستاده مخصوص رئیس جمهوری با پیامی ویژه به تهران بفرستد. هریمن یک شخصیت برجسته و یکی از آگاه‌ترین سیاستمداران آمریکایی بود که با مسائل ایران نیز آشنایی داشت. قبلا هم او را در زمان مصدق با همین عنوان از طرف پرزیدنت رومن به تهران آمده بود و کوشیده بود برای بحران نفت راه حلی پیدا کند. دوستان عزیز من، امیدوارم که قصه شنیدنی باشه براتون و شما رو سرگرم بکنه و اما بقیه قصه رو میگذاریم برای هفته آینده. روز و روزگارتان خوش.